در شکل زیر برایند نیروهای الکتریکی وارد بر بار Q4 برابر با 0 است. بار Q3 چند میکروکولون هست؟ بچه به شکل دقت کنید. ما تا حالا مثالهایی که حل میکردیم 3 تا بار بود، یکیشون به تعادل رسیده بود. حالا اینجا 4 تا بار به ما داده. یکی از بارها که Q4 باشه رو تعادل فرض کرده، یعنی گفته برایندش برابر 0. و بار Q3 رو مجهول گرفته. قاعده حل اینا همشون شبیه همه. دقت کنید. شما ابتدا باری که مجهوله، نه علامتش نه خودش، اصلا کاری بهش نداشته باشید. شما بگید آقا بار Q4 ما تحت تاثیر چند تا بار قرار داره؟ خب معلومه 3 تا. بار Q1، Q2 و Q3 کدوم مجهوله؟ Q3. اونو بذار کنار. این دوتا که معلومه نیروهاشو رسم کن ببین تکلیف چی میشه. پس دقت کن، من میام شکل مسئله رو میکشم، بار Q4 رو مشخص میکنم که به تعادل رسیده، بار Q4 بار Q1 بهش نیرو وارد میکنه. یادمون باشه نیرویی که داره وارد میکنه، چون مثبت فرضش میکردیم باری که به تعادل رسیده رو، بار Q1 اینو دفع میکنه، پس اسمش رو داریم F1. بار Q2 هم این رو دفع میکنه، اسمش رو داریم F2. اگر مقدارش رو بخوایم حساب کنیم، اول باید F1 و F2 رو حساب کنیم ببینیم چند میشه، به کدوم سمت میشه. اون وقت بار Q3 بیاد اون نیروی برایند رو خونسا کنه. پس تا مرحله آخر سراغ Q3 نمیریم، یعنی اول F1 حساب میکنم، F2 رو حساب میکنم. سراغ F1 رفتم، مقدارها رو جاگذاری میکنم. 9 ضرب در 10 به توان 9، بار Q1 4، ضرب در 10 تا منفی 6، بار Q4 نمیدونیم چنده، لازم نداریم، نه آخر سر با هم ساده میشن. فاصله 10 سانتی متر به توان 2، اگر مقدارش رو به دست بیاریم 36 ضرب در 10 به توان 5 ضرب در Q4. مجددا F2 رو حساب میکنم، F2 میشه 9 ضرب در 10^9 ضرب در 2 ضرب در 10^-6 ضرب در Q4 تقسیم بر 100 ضرب در 10^-4. سادهش بکنید برابر میشه با 18 ضرب در 10^5 Q. ضرب کنید، یک کار اضافه انجام دادید. مگه نگفته بودم طبق فرمول به حاصل ضرب بار و فاصله بستگی داره؟ وقتی فاصله این دو تا بار با Q4 برابره، این نصف اونه، پس نیروش هم نصف اون میشه. یعنی شما میتونستید مستقیم دیگه اینو حساب نکنید، بگید این 36 شد، این میشه 18. حالا حسابش کردیم، اشکالی نداره، دفعه بعد این کار نمی کنید. اگر من از این دوتا بخوام برایند بگیرم، قطعا برایند این دوتا میشه 18 ضرب در 10 به توان 5 ضرب در Q4 به سمت راستم میشه. پس مقدارش رو حساب میکنم و حالا برایندش رو میام رسم میکنم، میشه F توتالم. F توتالی که از این دوتا به دست اومده ها. خب حالا Q3 میاد وسط، Q3 باید چیکار کنه؟ باید بیاد این F توتال رو خونسا کنه، پس باید به این سمت نیرو وارد کنه. همینجا ما فهمیدم اینو که مثبت گرفته بودم، پس اینم قطعا مثبت بوده. حالا از نظر اندازه این دوتا باید با هم دیگه برابر باشن. من میام مقدارشون رو مساوی هم میذارم، شرط تعادل برایندشون باید صفر بشه. مقدار F3 رو اگر قرار بدیم میشه Q3 ضرب در Q4 ضرب در کاک 9 ضرب در 10^9 بود تقسیم بر فاصله 20 و 10 میشه 30 به توان 2 میشه 900 ضرب در 10^-4 مساوی است با برایند این دوتا هم که مشخصه 18 ضرب در 10^5 ضرب در Q4. اول Q4 رو پاک کنیم که بدونیم تاثیر نداشت، تنها مجهول مسئله Q3 است که باید سادهش بکنیم. 9 با 9 ساده میشه، یه طرف این وسطن ساده انجام بدیم، 18 ضرب در 10^-6 کلون یا همون 18 میکرو کلون. سوال بسیار قشنگی بود. در شکل مقابل 4 بار نقطه‌ای بر روی 4 رأس یک مربع قرار دارن. نوع و اندازه بار Q4 چقدر باشد تا بار Q3 به تعادل برسد؟ شکل مسئله رو میکشم، دقت کنید بچه‌ها، قرار بار Q3 به تعادل برسه، مجهولمون کدومه؟ Q4. خیلی خوب، ما اولین کاری که انجام میدیم میایم شکل مسئله رو که کشیدیم، باری که قرار به تعادل برسه رو مشخص میکنیم. این بار مهم نیست مقدارش چقدره، علامتش هم اهمیتی نداره، پس بین خودمون قرارداد کردیم که اینو مثبت فرض کنیم. نیروهایی که بهش وارد میشه رسم میکنیم، از طرف چند تا بار قرار میگیره؟ 3 تا. دو تاش معلومن حداقل از نظر پارامتری، یکی مجهوله. مجهوله رو فعلا کاری بهش نداریم. بار Q1 نیرویی که وارد میکنه F1، چون این مثبته اینم مثبت فرض کردیم. بار Q2 مون هم به سمت بالا، F2 دفعش میکنه، برایند این دوتا میشه F بریم. حالا قراره بار Q4 یه نیروی به اندازی F بریم وارد کنه به سمت داخل که در واقع F بریم خونسا کنه.
پس F4 ما باید به سمت داخل باشه. البته یادون باشه فاصله ها با هم فرق کردن، اینا اضلاع مربع اما این قطره، پس قطرش برابر چند میشه؟ رادیکال 2. اینو باید حتما حساب کنیم جدا. از نظر تعادل شرط تعادل اینه که این دوتا هم دیگر رو خنثی کنن، یعنی در مقدار با هم برابر باشن. یه چیز دیگه هم یادتون باشه، من اینو مثبت فرض کرده بودم، Q4 برای اینکه اینو خنثی کنه Q3 رو جذب کرده، پس Q4 تون هم منفیه، پس علامتش هم مشخص شد باید منفی باشه. حالا میرم تو قسمت بعد، میام دونه دونه مقداراشون رو حساب میکنم. اندازه F1 با اندازه F2 برابره، چرا؟ چون فاصله ها با هم برابرن، بارها هم خودش گفته با هم برابرن. اگر من بیام جاگذاری کنم برایند بگیرم، F بریم من میشه F1 به توان 2 به علاوه F2 به توان 2 که اونم با F1 برابره، پس میشه رادیکال 2 تا F1. حالا از نظر اندازه F4 با F بریم هم برابر هستن، اگر مقدارهاشون رو قرار بدیم میشه Q4 Q3 تقسیم بر رادیکال 2 به توان 2 که فاصلهش بود، رادیکال 2 ضرب در F1 جای F بریم دارم قرار میدم، F1 اونم که Q1 Q3 تقسیم بر A2. کیوس ها با هم ساده شدن، کا با هم ساده شدن، اینو اگر به توان دو برسونیم رادیکال دو آ به توان دو برسه میشه دو آ به توان دو، آ با هم ساده میشن، یه طرف این وسط هم میکنیم، جواب میشه دو رادیکال دو کیو یک. یادتون باشه کیو چار منفی بودا، یعنی اگر تو گزینه دو رادیکال دو کیو یک داشتی غلطه، حتما باید منفیش رو قرار بدی، پس من میمیسم منهای دو رادیکال دو کیو یک و جواب سوال به راحتی به دست اومد. در شکل روبرو برایند نیروهای الکتریکی وارد بر هر یک از بارهای نقطه ای برابر صفر است، Q3 به Q2 کدام است؟ من چند لحظه بهتون وقت میدم به شکل خوب نگاه کنید. ما سه تا بار داریم، این سه تا بار به تعادل رسیدن، همه بارها در حال تعادلن. اگر همه بارها در حال تعادل هستن، باید حتما برایند نیروهای وارد بر تک تک اونها صفر باشه. از ما خواسته نسبت Q3 به Q2 رو حساب کنیم. اینو تو شکل بعد یه خورده بیشتر با هم بحث میکنیم. خب قرار برایند این صفر بشه، برایند اینم صفر بشه، برایند اینم صفر بشه. من از شما سوال میکنم، فرض کنید Q1 در حال تعادله. خب این Q1 وقتی در حال تعادله علامتش تأثیری نداره، ولی چون بیرون دوتا بار به تعادل رسیده، این دوتا بار باید مختلف العلامه باشن. یعنی اگر اینو مثبت فرض کردی این باید منفی باشه، ولی اون بار اهمیتی نداره. حالا اگر من بیام اینها رو چکار کنم، یکی رو مثبت یکی رو منفی بگیرم، میشه مثبت. شما فرض کنید این در حال تعادله، ببین این منفی شد این مثبت شد، مختلف العلامه خارجش به تعادل رسید. حالا فرض کنید این در حال تعادله، این دوتا هم نام شدن وسط به تعادل رسید، پس درست یکی رو منفی گرفتم یکی رو مثبت گرفتم که بار Q1 به تعادل برسه. یه بار دیگه تکرار میکنم، اگر فرض کنیم که بار Q1 به تعادل رسیده، بار Q2 و Q3 نباید هم علامت باشن، باید مختلف علامه باشن، اما نمیدونیم کدوم مثبت این کدوم منفی، فرقی هم نمیکنه، شما یکی رو منفی بگیرید یکی رو مثبت، بر اساس این دوتا بار سوم تعیین میشه. اگر من نیروهاشو رسم کنم، یه نیرو بار Q2 داره به Q1 وارد میکنه که جذبش میکنه، یه دونم Q3 که دفعش میکنه. این دوتا از نظر اندازه با هم برابر باشن، مجموعه در حال تعادل قرار میگیره. با توجه به داده های مسئله من میام تک تک اونها رو حساب میکنم، مساوی هم قرار میدم. اونتا یه چیز دیگه هم یاد بگیریم، اگر این مثبت این منفی هست، نسبت Q3 به Q2 منفی میشه. یعنی تو گزینه ها اگر نسبت مثبت داشتید اونا رو میتونید خط بزنید، بذارید کنار، اونا دیگه نمیتونن جواب باشن. در حالت بعد شرط تعادل رو مینویسیم، این دوتا باید با هم برابر باشن. F2 رو کی وارد کرده؟ K Q2 Q1 تقسیم بر 20 به توان 2، تبدیل واحد نمیخواد چون نسبت مساویست با K. Q3 Q1 C به توان 2، Q با هم ساده میشن، K هم با هم ساده میشن. حالا اگر بیام مقدارهاشون رو قرار بدم، Q3 به Q2 C بر روی 20 به توان 2 میتونید به توان برسونید، صفرش اول ساده میکنیم، حاصل برابر میشه با 9/4. چون نسبتش منفی شده، پس گزینه درست میشه منهای 9/4. پس یه بار دیگه دقت داشته باشید، اگر باری قرار به تعادل برسه، اگر خارج دوتا بار دیگه به تعادل رسید، اون دوتا بار باید ناهمنام باشن، یکی مثبت یکی منفی، که نسبتشون منفی به دست میاد.
دو بار الکتریکی یکسان و مثبت 20 میکروکولوم به دو سر فنری با ضریب سختی 7200 نیوتن بر متر قرار دادیم. طول فنر پس از رسیدن به تعادل دو برابر طول اولیه می شود. طول اولیه فنر چند سانتی متر بود است؟ 500م، 5، 11م، 10. سوال با دقت بخونید. جز سوالای خیلی خوب کنکور سراسری است. شکلی براتون کشیده اینجا. یه فنر هست طولش الیه که دو تا بار هم اندازه و همنام در دو طرف اون قرار داده. ترکیبی و مسائل دینامیک. چجوری باید حلش کن؟ اگر شما بیاید زامنی که این دو تا رو نگه داشته رو آزاد کنید. یعنی ما اومدیم دو تا بار رو ثابت نگه داشتیم. حالا ولش می‌کنیم. بارها هم دیگه رو دفع می‌کنن. در اثر دفع کردن فنر کش میاد. اینقدر فاصله میگیره که فاصله دو تا بار دو برابر طول اولیش میشه. خود سوال گفته. تا جایی که وایساد. وقتی وایساد یعنی به تعادل رسید. وقتی به تعادل میرسه یعنی برای نیروهای صفر میشه. خب الان چه نیرویی بهش وارد میشه به هر کدوم از بارها؟ دو تا نیروی دافعه داریم به سمت بیرون که توسط بارها وارد شدن. دو تا نیروی کیستانی فنر داریم به سمت داخل که در واقع اومدن نیروی اف رو خنثی کردن. اگر شما مقدار اف پریم و اف رو مساوی هم قرار بدین، مجهولتون به دست میاد. من میام تو قسمت بعد همین کار رو انجام میدم. اول از همه میگم شرط تعادل اینه که اف اف پریمو خنثی کنه، هم برای بار سمت چپ هم سمت راست. در قسمت بعد نیروی اف پریم که نیروی کیستانی فنر باشه کا دلتا ال، خود دلتا ال میشه ال2 منهای ال1. اگر جای ال2 بذارم دو تا ال1 منهای ال1 بکنم جواب میشه ال1. پس الان من میتونم دلتا الم رو ال1 قرار بدم، بعد بیام مساوی نیروی کلونی قرارشون بدم. یعنی بگم کا کیو دو بر روی دو تا ال1 به توان دو مساوی است با کا ال1. چیکار کردیم؟ جای اف گذاشتیم کا کیو 1 کیو تقسیم بر آر به توان دو که فاصلهش دو تا ال1 به توان دو رسیده، مساوی است با کا ضرب در ال1. دقت کنید بچه ها، هر گردی گردو نیست. این کایی که تو فرمول کلون 9 ضرب در 10 به توان 9، این کایی که ضریب دلتا ال، ضریب سختی فنر 7200 نیوتن بر متر، بقیه عدد گذاریه. کار 9 ضرب در 10 به توان 9 ضرب در 400 چون 20 به توان 2 رسیده، بار الکتریکیمون ضرب در 10 تا منفی 12، 2 ال1 به توان 2 میشه 4 ال1 به توان 2 مساوی است با کای فنر 7200 ضرب در ال1. اگر یه طرف این وسط این کنید، اولا دو تا صفرش با هم ساده میشن، 4 با 4 ساده میشه، 9 با 72 میشه 8. حالا اگر سادهش کنید ال1 به توان 3 میشه 9 ضرب در 10 تا منفی 3 تقسیم بر 72 که شد 1/8 ضرب در 10 تا منفی 3. طرفین این تساویر ریشه سوم داره. اگر ریشه سوم این رو حساب کنید میشه ال1 مساوی است با 1/2 ضرب در 10 به توان منفی 1، یعنی 1/20 متر معادل چند سانتی متر میشه؟ 5 سانتی متر. پس جواب سوال برابر با 5 سانتی متر. یک سوال ترکیبی از مبحث دینامیک و الکتریسیته.